سلام خدمت شما شاگردان سنف هشتم و برنامه آموزشی خودتان درس کیمیا از مکتب هادی خوش آمدید. امروز درس دوم از فصل هشتم کیمیا سنف هشتم را در خدمت شما عزیزان هستیم. نمبر ارتباطی برنامه 2994-780-255-413 است. از این طریق میتونید کار خانه خود را یا پیشنهادات خود یا سوالهای خود را برای ما روان کنید. موضوع این فصل در رابطه با نمک ها می باشد که در جلسه پیش ما در رابطه با نمک ها با هم کار کردیم و گفتیم که نمک ها چی قسمی مرکبات است. امروز می خواهیم ادامه درس نمک ها را با هم یک جای کار کنیم. اما اهداف درسی که امروز ما و شما با هم میخواهیم کار کنیم. امروز در رابطه با خواص فیزیکی نمک ها و همچنان خواص کیمیاوی نمک ها با هم کار خواهیم نمود. و در آخر بحث امروز هم در رابطه با اهمیت نمک ها در زندگی روزمرگی ما و شما با هم کار خواهیم نمود که چه مرکباتی در زندگی ما و شما و یا حتی در صنعت دارای اهمیت می باشد. با شروع درس امروز با من همراه شوید. و اما خواص فیزیکی نمک ها از جمله خواص فیزیکی و ظاهری نمک ها اولین خواص آنها یک قسمی است که به صورت جامد یافت می شود و کریستالی و شکننده است. همچنان به رنگ های مختلف هم یافت می شود که شما در تصویر زیر شاگرد ها مشاهده می کنید. اما رنگ سفید نمک ها از جمله رنگ است که بیشتر مورد استفاده ما شما قرار میگیرد در زندگی روزمرگی. زایقه که نمک ها داره زایقه شور می و ساختارشان هم به صورت جامد است که در تصویر شما مشاهده میکنید. کنید. نمک ها بر اساس میزان انحلالیت آنها ها به دو دسته منقسم می شود که دستبندی آنها را بر روی تخت سیاه با هم نوشته میکنیم و تشریح میکنیم که چه مرکبات یا نمک های در آب و طور کامل و زیاد حل شود و کدام نمک ها کم حل می‌شود. خب نمک ها بر اساس میزان انحلالیت آنها به دو دسته منقسم میشه یا نمک است که بسیار خوب به داخل محلول ها یا به داخل یک محلل حل می شود به خوبی حل بشه مانند چی؟ مانند نمک NA NO سه. یا نمک NaCl که ما شما استفاده میکنیم یا سودیم نایتریت که از جمله نمک است که بسیار خوب به داخل یک محلل حل می شود اما نمک هایی داریم که بسیار کم حل می شود بر قسمی نمک ها که در یک محلل بسیار کم حل می شود با آن نمک های کم منحل هم گفتم میشه نمک های که منحل مانند چی؟ مانند کلسیم کاربونیت یا نمک یا گش گش رو اگر شما با داخل یک محلل حل کنید بسیار کم حل میشود که ما می از این آن صرف نظر کنیم و بگوییم که بسیار کم کمون منحل است یا که حل نمی شود. پس گچ یا که فرمول مولکولی آن سی ایس او 4 h 2 دو است و همچنان کلسیم کاربونید از جمله نمک هایی می که به داخل یک محلل بسیار کم حل می شود. خاصیت یا خواصی فیزیکی نمک ها رابطه آیونی اونها است شاگردان همانطور که در شکل مشاهده میکنید شما میبینید که نمک ها در ساختار نمک ها کتیون ها و انیون ها موجود است بیرون رابطه ای که مابین بین کتیون و انیون برقرار میشود یک رابطه آیونی است یک رابطه بسیار محکم است پس رابطه آیونی در مرکبات یا در ساختار نمک ها باعث می شود که کتیون ها و انیون ها و کنار هم دیگر قرار بگیره و رابطه تشکیل بده و ساختار یک نمک را برای ما تشکیل بده. و از مهمترین خاصیت نمک ها است که جریان برق را از خود عبور می دهد. همونطور که در شکل زیر مشاهده می کنید اگر یک محلولی داشته باشین که به داخل محلول یک نمک حل شده باشد نمک ها به آیون های مربوطهشان پارچه می شود که آیون های مربوطهشان که شامل انیون و کتیون می باشد همانطور که در شرق مشاهده می کنید به سمت انود و کتود که الکترود ها می باشد حرکت می کند. الکترود های انود و کتود که با یک بطری وست شده است باعث می شود که با حرکت آیونها جریان برق برقرار شود اگر در مسیر الکترودها و بطری ها یک گروپ قرار گرفته باشد باعث می شود که گروپ روشن شود و روشن شدن گروپ برای ما نشان می و نتیجه گیری میکنیم که محلول های نمک حادی جریان برق می باشد از این خاطر که دارای آیون ها می باشد و عامل هدایت برقی هم آیون هاستن. و اما خواص کیمیاوی نمک ها در پیشتر با خواص فیزیکی نمک ها آشنا شده و اما خواص کیمیاوی نمک ها چه قسمی می باشد نمک ها انواع تعاملات کیمیاوی را با القلی ها تضاب ها و یا حتی با دیگر نمک ها انجام می دهد در اثر انجام تعاملات کیمیاوی باعث می که مرکبات جدیدی با خواص کیمیاوی جدید را تولید کند شما در تصویر زیر نمونه از تعاملات کیمیاوی را مشاهده می کنید که تیزاب نمک HCl با سودیم هایدروکساد وارد تعامل شده است و مالکول های آب و نمک NSL را برای ما تشکیل داده است. این نمونه و مثالی می باشد از تعاملات کیمیاوی که باعث شده است مرکبات جدید با خاصیت جدید را تولید کند. نمونه و مثال های دیگر از معادلات کیمیاوی را که تعاملات کیمیاوی انجام میشه و خواص کیمیاوی مخصوص به خود را پیدا میکند را بر روی تخت سیا براتون نوشته میکنم در خواص کیمیاوی نمک ها که انواع تعاملات کیمیاوی را برای ما انجام میدهد نمونه و مثالی از معادلات کیمیاوی تعامل بی ای سیل دو است باریم کلوراید با h دو اس او چهار یا سلفوریک اسید است خب در اثر تعامل دو مرکب مرکب که هر دوی آنها یک نمک می باشد در دو مرکب وقتی که با هم تعامل می کند برای ما محصولات رو میده بی اس او چهار جمع ای اچ سی ال اتوم هایدروژن با سی ال که در اینجا قرار گرفته است با هم وارد تعامل میشه و اچ سی ال رو برای ما تولید میکنه خب در اثر تعامل که یک نوع جا به جایی هم رخ داده است باعث میشه که مرکبات جدید با خاصیت های جدید برای ما تولید شود بی ای او چار یک نمک است ایچ سی هم یک تزابی نمک می باشد که نامش هیدروژن کلوراید است خب معادله را اگر توزین کنیم ما شما می دانیم که در تعاملات یا معادلات کیمیاوی باید معادلات توزین شده باشد در اینجا در این قسمت یک تا اتم بی ای داریم در قسمت راست هم یک تا SO4 هم در سمت چپ معادله یک تا داریم در سمت راست معادله هم یک تا داریم و با هم مساوی است. تعداد اتم های هیدروژن در سمت راست معادله دو تا است. پس در اینجا هم باید یک ضریب دو را قرار بدیم که تعداد اتم های هیدروژن با هم مساوی شود. تعداد اتم های کلورین در سمت چپ معادله دو تا است در سمت راست هم دو تا است. پس این قسمی معادله خود به خود با قرار دادن یک ضریب دو در پشتی فرمول مالکولی HCl باعث میشه که معادله توزین شود و تعداد اتم ها با هم مساوی شود. با خواس نمک نمکها آشنا شدیم در ادامه میخواهیم اهمیت نمک هایی را که در زندگی روزمرگی ما شما بسیار پرکاربرد هست با هم کار کنیم از جمله نمکهای مهمی که در زندگی و صنعت مورد استفاده قرار میگیرد یکتاش نمک NaCl است که نام آن نمک تعام است ساختاری که NSL دارد همانطور که در شکل مشاهده می یک ساختار جامد کریستالیست شکننده است و برای لذیذ نمودن غذاها استفاده می شود. اما چه قسمی NSL به دست می آید؟ یا نمک تعام هم به صورت جامد یافت می شود که ما شما در غذاها استفاده می هم به صورت محلول یافت می شود که از آب شور ابهار ما میتونیم از طریق عملیه های تبخیر یا با استفاده از وسایل تکنیکی باعث میشه که ما بتونیم NACL یا نمک تمام را به دست بیاریم. و اما با استفاده از معادله کیمیاوی چه قسمی NACL تولید می که بر روی تخت سیاه معادله مورد نظر را نوشته میکنیم نمک تمام یا NACL چه قسمی توسط معادله های کیمیایی که در درس کیمیا ما شما باید یاد داشته باشیم تولید یا استحصال می شود. در اثر تعامل دو مرکب HCL و سودیم هایدروکسای باعث می شود که نمک تمام تولید شود. به این صورت که Na با Cl وارد تعامل میشه که NaCl یا همون نمک تمام رو تولید میکند او oh اچ هم با H که به صورت اچ 2 o مالکول آب از تعامل خارج می معادله را اگر توزین کنید در دو طرف معادله تعداد اتم های سودی هم مساویسته تعداد اتم های کلورین هم است، تعداد اتم های هایدروژن هم در سمت چپ معادله یک تایش تا داریم جمع یک تایش تا دیگه میشه دو تا که در سمت راست هم دو تا داریم تعداد اتم های اکسیژن هم در دو طرف معادله با هم مساوی است و تعدادشون یک تاست تا پس معادله کیمیاوی تولید یا استحصال نمک تعام به این صورت هست که از تعامل تیزاب نمک با سودیم هایدروکساید به دست می و تولید می و اما دومین نمک بسیار مهم و پرکاربرد در زندگی روزمرگی و در صنعت نمک است با فرمول مولکولی KCl یا پتاسیم کلراید حدود 4.85 فیصد از نمک KCl در آبهای شور یافت می شود به صورت محلول همچنان به صورت جامد در سنگ معدن یا سیلوینایت یافت می شود پوتاشیم هم را مانند نمک می خواهیم ببینیم که توسط معادلات کیمیاوی چه قسمی تولید میشه که بر روی از با هم نوشته میکنیم و کار میکنیم. نمکی کاسی از طریق تعامل تزابی نمک و پوتاشیم های دو تولید میشه. در اثر تعامل این دو مرکب نمک کاسیل تولید میشه و همچنان مولکول آب از تعامل خارج میشه. معادله را اگر توزین کنید در طرف معادله دو اتم پوتاشیم تعدادشان با هم مساویسته. تعداد اتم های کلورین هم با هم مساویسته. تعداد اتم اکسیژن هم مساویسته، تعداد اتم های هیدروژن هم در دو سمت معادله با هم مساویسته و معادله توزین شده است پس از طریق تعامل تیزاب نمک و پتاسیم هیدروکساید نمک کاسیل تولید می شه. از نمک کاسیل برای رشد و نمو نباتات در زراعت استفاده می شود حدود 90 فیصد نمک کاسیل در زراعت استفاده می شود پس برای روش نباتات بسیار مهم می باشد. همچنان برای تنظیم تقل... تقلصات قلبی و تقویه قلب هم مورد استفاده قرار می گیرد و بسیار ارزنده می باشد وجود نمک کاسیل. و اما نمک مهم دیگر که نام دیگر شوره چیلی می باشد NANO3 می باشد. که نام کیمیاوی آن سودیم نایتریت است. از این نمک مورد نظر با چون به خاطری که معدن آن در کشور چیلی یافت می شود به همین خاطر هم نام آن شوره چیلی گذاشته شده است. به خاطر خاصیت که این نمک دارد یا این مرکب مورد نظر دارد با عنوان ماده گدازنده در آتش بازی ها در انواع میله استفاده میشه همچنان در صنعت دباقی و چرم مورد استفاده قرار میگیره و اما قسمی توسط معادلات کیمیاوی در درس کیمیا مرکب مورد نظر ان نو یا شوره چیلی استحصال میشود که بر روی تخت سیاه با هم نوشته میکنیم شورای چلی در اثر تعامل نایتریک اسید یا HNO سه و سودیم هایدروکساید تولید میشه در اثر تعامل دو مرکب NaNO3 که شورای چلی از تولید میشه مولکول آب هم که از تعامل خارج میشه مركب مورد نظر یا نمک یا شوره چیلی به ای ترتیب به دست می آید معادله اگر توزیر کنید در دو سمت معادله تعداد اتم های هم مساوی است تعداد ان او ان انیون ان او سه در دو طرف معادله هم با هم مساوی است تعداد ها. اتم های, های هم در دو سمت معادله دو تا است با هم مساوی و تعداد اتم های اکسیژن هم در اینجا یک تا است در این قسمت هم یک تا است که با هم مساوی و معادله توضیح شده است پس از تعامل نایتریک اسید و سودیم هایدروکساد نمک یا شوره چیلی به دست می آید درس ما به اینجا به اتمام رسید و تمام شد و می خواهیم خلاصه از فصل هشتم را با هم مرور کنیم و در جلسه آینده حل سوال ها را با هم کار کنیم. در فصل هشتم ما شما با ساختار نمک ها آشنا شدیم و یاد گرفتیم که نمک ها به صورت جامد کریستالی می باشد که از ترکیب آیون های مثبت القلی و آیون های منفی تیزاب ها به دست می آید. همچنان تعاملات خونساسازی را یاد گرفتین که از تعامل تیزاب ها و القلی ها به دست می آید و به این قسم تعاملات تعاملات خونسازی گفته می شود به این خاطر که محصولی که تولید می شود نمک است و نمک هم در حالت کلی خونساست. همچنان یاد گرفتین که نمک ها مواد شکننده است که هر کدام دارای نقطه زبان و کثافت و رنگ های مختلفی می باشد اما رنگ سفید نمک ها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد که ما شما در زندگی روزمرگی خود استفاده میکنیم نامگذاری نمک ها را در این فصل شما یاد گرفتید که ابتدا نام فلز را نوشته می کردید و بعد از اون نام انیون مورد نظر را نوشته می کردید و نام نمک ها را به روش معمولی و آیوپک یاد گرفتید. همچنان میزان حل شدن نمک ها را در آب با هم کار کردیم که با هم دیگه فرق دارد بعضی از نمک ها در آب بسیار خوب حل می شود و بعضی از نمک ها بسیار کم حل می شود مانند گچ که کم حل می شود و نمک سودیم نایتریت که بسیار خوب و عالی در یک محلل حل می شود. در صورت تعامل محلول های آبی نمک ها با فلزات فعال نمکهایی هایی به دست میاد که خاصیتی جدید داشت و کتیون نمک ها به فلز مربوطه تعویز می شد. همچنان تعامل نمک ها با یک دیگر رو یاد گرفتیم که در صورتی که نمک ها با یک دیگر وارد تعامل شود در اثر تعامل آنها با تزابها ها باعث می شود که نمک یا تزاب جدید را تولید کند یا در صورتی که با الغلی ها وارد تعامل شود نمک های جدید و الغلی های جدید را تولید می و در آخر بحثی فصلی آخرین فصلی هشتم هم با شما یاد گرفتیم که نمک هایی که بسیار مهم و پرکاربرد است در فعالیت های روزمرگی و در صنعت شامل نمک های NACL، KCL و NANO سمه باشد که کاربرد هر کدام را توضیح و تشریح دادیم. درس امروز ما تمام شد شاگردان عزیز امیدوارم که درس امروز خوب یاد گرفته باشید و در خانه های خود خوب این درس را مطالعه و کار کنید شما را به خداوند بزرگ می سپارم خدایا رو نگهدارتان باشد